شهرداری هرات یک سال گذشته بیش از 61 پروژه را به بهره برداری رسانیدند. مسئولان شهرداری در جریان نشست حسابدهی سالانه این ریاست میگویند عواید این اداره از حاکمیت امارت اسلامی 650 میلیون افغانی بوده است. این مسئولان میافزایند همکنون 54 پروژه در بخش های مختلف جریان دارد. با این حال برخی از وکلای گذار از مسئولان شهرداری میخواهند پروژه های سال جاری را قبل از فصل سرما به اتمام برسانند. نشست حسابدهی سالانه ریاست شهرداری ولایت هرات است. مسئولان شهرداری میگویند تا یک سال گذشته 222 پروژه بزرگ و کوچک را تحریزی کرده بودند و توانستند 61 پروژه را تکمیل کنند. آنان میگویند همکنون 54 پروژه در بخش های داغگیری، اسفالت، سرسبزی، ایجاد کانال های آبراو و فعالسازی چراغ های بلوارهای شهر جریان دارد. داغگیری هاستگ، بخش تنویر هستگ، امار کانال هاستگ، یا را در نظر گرفتیم که تقریبا چند پروژه تکمیل شد از این جمع و تقریبا 26 پروژه فعلا کار زیر کار است و کارشان جریان دارم و تقریبا 125 پروژه خرد زیر 500 هزار هم ما طرح پلان که بعضی پروژه ها کارهایشان آغاز شده و بعضیشان هم تکمیل شده. این کار هم در مورد پروژه ها بود که براتون گفتم. مسئولان شهرداری هرات بیان می کنند عواید یک سال اخیر این اداره 650 میلیون افغانی بوده است. این مسئولان تصریح می کنند در سال 1401 هجری شمسی برای شهرداری هرات 1.14 میلیارد افغانی هدف تعیین شده بود که این اداره توانسته در 6 ماه اول سال جاری 400 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نماید. همون قسم که بیشتر گفتم 1.214 میلیارد افغانی مجموعی بودجه ما است که از شروع برج عمل سال مالی جدید ما شروع شده تا به این فعل حال ما در حدود 400 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردیم که پول بیشترین پول بخش عواید ما از بخش عوارض دروازه شهری ما. با این همه شماری از وکلای گذر هرات کارکرد یک ساله شهرداری هرات را خوب دانسته میگویند. در گذرهایشان برای اولین بار بعد از سالها پروژه های عمرانی راه اندازی شده است. آنان از مسئولان شهرداری میخواهند علاوه بر ختم پروژه های فعلی پروژه های جدید را نیز آغاز کنند. ولی در طول حکومت امارت اسلامی آمدن چند بار جایچه ها و اشغال همون جاهایی که اشغال جمع میشد و اونا را اینا زباله ها را انتقال دادن به اونجای زباله دانی و ما تشکر میکنم. همچنان خواست ما این هست که ساحات ما ساحات دورافتاده هست، از جمله ما در فصل سیلاب و سیل های موسمی که میایه یعنی هم رود بین رود قارون قرار داریم، متاسفانه دچار بعضی از مشکلات مردم ما میشه و ما از اداره شهرداری هرات ما هیچ از دهم و حکومت محلی هرات خواهان هستم که در او قسمت هم توجه بیشتر را با مردم دورافتاده و مردم فقیر محله انقلاب هم داشته باشه. الحمدلله کار صورت گرفته، کار خوب بوده، کار جریان داره. برای فعلا هم ما پیشنهادات و نظرات داشتیم در جهت از اینکه کانال ها و کوچه ها به شکل منظم از او اسفالت چه یا یک سمت چه، بنابراین از جمله کارهایی که تا حالا صورت گرفته کانال در منطقه باغمراد یک کانال چند وقت پیش مورد به اصطلاح کار و بررسی قرار گرفته بود و کانال کشیده شده و حالا که هم طرح‌های داده شده که انشالله تعالی و طرح‌ها در آینده نزدیک قابل تطبیق انشالله. گفتنی است که شهرداری هرات در طول سالهای گذشته یکی از ادارات پردرآمد در این ولایت بوده است، اما به دلیل وجود فساد گسترده در زمان حکومت قبلی در این نهاد پروژه های زیربنایی در مناطق مختلف این ولایت پیشرفتی نداشته است. اما حالا مسئولان شهرداری حکومت جدید تاکید دارند که پروژه های عمرانی در زمان مقرره به بهره برداری خواهند رسید.